اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. صلی الله علی محمد و آل محمد. خداوند متعال را شاکر هستیم یک چهارشنبه شب دیگری در محضر نهج البلاغه شریف هستیم. در این مسجد شریف به حکمت 43 نهج البلاغه رسیدیم. در این حکمت شریف وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام در مورد خباب ابن ارد صحبت می‌فرمایند. این یار شایسته امیرالمؤمنین 5 تا ویژگی از زبان امیرالمؤمنین برای شمرده میشه که در واقع الگوی ماها هست. دو تاش رو جلسات گذشته توضیح دادیم، سومیش هم جلسه گذشته کمی توضیح دادیم. سومین ویژگی خباب این است که قنع بالکفاف، به قدر کفایت قانع بود خباب. بس سومین ویژگی قناعت هستش. در مورد قناعت ما جلسه گذشته عرض کردیم که باید 4 مطلب رو عرض کنیم که دو تاش رو جلسه گذشته عرض کردیم. نکاتی رو سریع تکرار میکنم برای عزیزانی که جلسه گذشته نبودن. عرض کردیم یکی از اصول اساسی زندگی به سبک نهج البلاغه که میخواهیم روش زندگیمون رو به سبک نهج البلاغه قرار بدیم اینه که اهل قناعت باشیم. عرض کردیم این قناعت در مقابل یا حرص یا طمع است. در بعضی از روایات در مقابلش حرص قرار گرفته، در بعضی روایات طمع قرار گرفته. یعنی انسان ها یا قانع هستند یا طامع و حریص هستند. شدت طمع رو حرص میگن، بعضی از بزرگان اینجوری معنا کردن. پس انسان ها یا قانع هستند، اهل قناعت هستند، یا اهل طمع و حریص هستند. به ما گفتن که انسان عاقل قانع هستش، حریص نیستش. این نکته اول بود که جلسه گذشته عرض کردیم. یه نکته هم جلسه گذشته خیلی گذرا عرض کردیم، این جلسه کمی توضیح میدیم. گفتیم این قناعت چطور انسان ابعاد مختلفی داره. یه بار زندگیش فردیه، یه بار اجتماعیه، یه بار بود معنوی هست، یه بار بود علمی هست، یه بار بود هدایتی و تربیتی هست. جلسه گذشته عرض کردیم این قناعتی که ما میگیم در بُعد فردی مطرح میشه. در زندگی شخصی انسان در امور شخصی خودش باید قانع باشه، به مقدار کفایت انسان اکتفا کنه. گفتیم قناعت یک حس، یک احساس، یک روحیه درونی است که آرام آرام باید ملکه بشه و این روحیه درونی باعث میشه که انسان به کفایت و به حد اقلها قانع بشه، دنبال زرق و برق دنیا نره، چشم همچشمی نداشته باشه، دنبال عرض کنم که تکلفات و سختی ها و تشریفات نره، به همون حد اقلی ها قانع باشه، به همون مقداری که لازم داره قانع باشه. در بُعد شخصی، در مسکنش، در پوشاکش، در خوراکش، در وسایل زندگیش. اما در بُعد اجتماعی اگر کسی میتونه با حفظ قناعت در بُعد فردی یک جوری کار کنه که به دیگران هم برسونه، این که اشکال نداره. خوب امیرالمؤمنین علیه السلام عرض کردم 40 دینار سالانه که معادلش 200 کیلو طلا میشد درآمد داشت سالانه، اما زندگی بسیار عرض کنم که با قناعت امیرالمؤمنین علیه السلام داشت. در بُعد اجتماعی قناعت نیست، بلکه باید انسان محکم کار کنه، سرعت و سبقت در تولید، البته قناعت در مصرف هم مطرح اونجا. اما در بُعد معنوی انسان نباید ابدا قانع باشه، بلکه باید انسان حریص باشه. در بُعد معنوی انسان مدام بخواد رشد بده خودش. در بُعد علمی هم همینطوره، نباید انسان قانع باشه، بلکه باید به تعبیر پیغمبر زدنا علمن بگه، مدام این رو پیغمبر میفرمود، بلکه به دنبال علم. در بُعد تربیتی هم همینطوره، هدایت هم همینطوره، انسان باید حریص بر هدایت مردم باشه. در خطبه 55 نهج البلاغه مولا الموحدین امیر المؤمنین علیه السلام در جریان جنگ صفین چند هزار
چند ده هزار لشکر رو نگه داشته بود و جنگ رو شروع نمی کرد. بهش خورده گرفتن آقا تو خدای رو کرده می درسی تو. حضرت فرمود نه من طمع دارم، حریص هستم بر اینکه یکی از اونها رو هدایت کنم، یکی از اونها رو تربیت کنم. انسان حریص باشه. متاسفانه ما در این ابعاد چهارگانه حریص نیستیم، گانه هستیم، در بعد فردی حریص هستیم متاسفانه و طمع داریم برعکس اون چیزی که باید باشه. این هم نکته دوم بود که جلسه گذشته عرض کردیم. اما اول جلسه امشب اینه که من آثار و پیامد قناعت رو عرض میکنم. اگر قانع بشیم به کفاف زندگی در بعد فردی، قانع بشیم، خرسند بشیم، راضی بشیم، به همون حداقل ها اکتفا کنیم، چه آثاری در زندگی ما رخ میده. اگر خدای نکرده طمعکار بودیم، حریص بودیم، چه پیامدهایی داره؟ من 8 مورد رو محضر شما عرض میکنم. 6 موردش دنیوی هست، 2 موردش اخروی هست. بعد راهکار رو میگم، عرضم رو به اتمام میرسانم. اولین اثر و آثار قناعت اینه که امیرالمؤمنین فرمود آزادگی هست. آزادگی، اینو توضیح بدم، غرر شماره 89-75 امیرالمؤمنین فرمود الحر عبد ما طمع والعبد حر اذا قنع. فرمود شخص آزاد برده هست مادامی که طمعکار باشه، و انسانی که برده هست آزاد موقعی که قناعت داشته باشه. کسی که اهل قناعت هست دیگه چاپلوسی نمی کنه، یه دستش رو به طرف دیگران دراز نمی کنه، چرب زبانی نمی کنه، مرتکب گناه‌های مختلف نمیشه، آزاد، حره. ولی کسی که اهل قناعت نباشه، ثروتمند رو میبینه، موقعیت دار اجتماعی رو میبینه، موقعیت دار سیاسی رو میبینه، در مقابل اون بردگی میکنه، بندگی میکنه، از اون حریت میفته. اولین ثمره قناعت، عرض کنم که قانع بودن، این است که انسان آزاد میشه. خدا رحمت کنه همین گردآورنده نهج البلاغه سید رضی اعلی الله مقام الشریف رو، ایشون حوزه علمیه داشت در بغداد، شاگردان خیلی خوبی تربیت کرده بود، خیلی قانع بودن. همون که جلسه گذشته عرض کردیم که امیرالمؤمنین فرمود یکی از ویژگی های متقین قانعت نفسو، غنی هست، نفسش غنی هست. بعضی ها ثروت هم دارن ولی غنی نفس ندارن، چشمشون اینو بر اون بر. قناعت در بود درونی هم هست، جلوه در عمل هم داره. مرحوم سید رضی خب قائل من بود، حاکم اون زمان براش پول فرستاد، قبول نکرد، انقدر غنی بود، قناعت داشت، به همون حداقلایی که گفت خب حالا قبول نداری به قابله بده. قابله این سید رضی که بچه داشت و بچهش رو متولد کرده، قابله هم تربیت شده همین مکتب بود، قبول نکرد، آوردن وسط حوزه علمی که صاحبش سید رضی بود. اونجا بین طلبه ها اعلام کردن این پول رو خلیفه فرستاده، سید رضی قبول نکرد، طلبه ها هم قبول نمی کردن، تربیت شده این مکتب بودن، به همون مقداری که خودشون داشتن قنع بالکفا، اون همون کفایت قانع بودن، اونجوری آزاد بودن دیگه. سید رضی میتونست حرفش رو بزنه، آزاد بود دیگه، اگر اسیر اونا بشه در مقابل خلفا نمیتونه صحبت کنه. این یک. دومین ثمره قناعت اینه، امیرالمؤمنین باز فرمود در قرآن فرمود ثمره القناعه العز، عزت و بزرگی دومین ثمره قناعت هست. کسی که قانع باشه، به کفاف زندگی خود به حد اقلیت قانع باشه، طمعکار نباشه، چشمش به مال اون نباشه، این عزیز هم میشه بزرگه. لذا امیرالمؤمنین باز در قرآن فرمود من عز نفس لزوم القناعه، از عزت نفس است پایبندی به قناعت، عزیز میکنه انسان رو پیش خدا، پیش ملائکه الله، پیش مردم. ولی اگر طمعکار باشه ذلیل میشه، پیش اون ذلیل میشه. این دو
سومین ثمره باز این از امیرالمؤمنین علیه السلام از کلمات قصار امیرالمؤمنین در غرر از 3191 فرمود او اعون الشیء علی سلاح النفس علی غناعته، بهترین کمک برای تهذیب نفس، بهترین کمک برای تهذیب نفس قناعته. کسی میخواد تهذیب نفس کنه، مبارزه با نفس کنه، یک گام بلندش و محکمش و استوارش اینه که اهل قناعت باشه، قانع بشه به اون چیزهایی که داره. البته تلاش کرده منافعت نداره، تلاش میکنه، تلاش کرده که واجبه، باید بره تلاش کنه، ولی رسید به اون چیزی که خدا مقدر کرد براش به همون قانع باشه، یه چشمش به مال اونو این نباشه، اهل طمع نباشه، این با تلاش قابل جمع هست. قانع باشه این تهذیب نفس رو میتونه انجام بده، مبارزه با نفس رو میتونه. لذا باز در قرر امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود کسی که به اندک قانع نیست چگونه میتونه خودسازی کنه؟ این سومین ثمره. چهارمین ثمره باز از مولای ما امیرالمؤمنین علیه السلام هست. چهارمین ثمره قناعت مایه آرامش هست، عدم غصه خوردن و اندوهگین شدن. غصه‌دار نمیشه انسانی که قانع است. ببینید فرمود القنوع راحت الابدان، یا فرمود در قرر 77-71 من غنع لم یختم، هر کسی که قانع باشه اندوهگین نمیشه، غصه‌دار نمیشه، ناراحت نمیشه، به همونی که خدا داده تلاش نمی‌کرده به همون قانع شد، به همون که قدر ضروریت کفایت قانع شد اندوهگین نمیشه، ناراحت، آرامش داره. برعکس کسی که طمع کاره مدام در استراب، مدام در دلهره است، مدام غمگینه، اندوهگینه، طمع کاره دیگه. خدا به آخر دائم البر دائم الفضل علی البریه است دیگه، دائما فضلش میرسه، به این رسید به اون رسید، هی چشمش به اینه، قانع نیست، به خودش استراب میگیره. این چهار. پنجمین مورد ثمره وجود مقدس امیرالمؤمنین بازم فرمود 25-49 در قرآن سلامت دین. سلامت دین ببینید روایتش خیلی فوق العاده است. اقنع بالقلیل من دنیاکم لسلامت دینکم. امیرالمؤمنین فرمود قانع بشید از دنیاتون به مقدار کم، به مقدار کفاف. چرا؟ لسلامت دینکم، دینتون سالم بمانه، به مخاطره نیفته دینتون. اگر چون قانع نباشید، طمعکار باشید، حریص باشید، به خاطر حرصتون حرام و حلال رو باطی میکنید، حرام و حلال رو قاطی کردید، خمس رو ندادید، دینتون لطمه میخوره دیگه. اگر قانع شدید سلامت دین دارید، اگر طامع شدید دینتون به مخاطره میفته. این پنج. ششمیش که در اوج هست و جلسه گذاشتم بهش اشاره کردیم، داشتن حیات طیبه است. سوره مبارکه نحل آیه 97 فرمود بهش فلنحیینه حیاتا طیبه، بهش حیات طیبه. حضرت در حکمت 229 فرمود یل غناعه، اگر قانع شدی خدا بهت حیات طیب میده. جلسه گذاشتم اشاره کردم، فرصت نیست در بحث دنیا شناسی اونجور که خاطرم از جلسه سوم مقصود یه جلسه در مورد این صحبت کردیم. در دنیا مهمترین هدف ما از نگاه نهج البلاغه و قرآن به حیات طیبه رسیدنه. حیات طیبه دوش حسادت نیست، کینه نیست، بغض نیست، عرض کنم چشم همچشمی نیست، طمع نیست، حرص نیست. حیات طیبه این چنینه، جنگ و خونریزی و اینجور چیزا نیست. برعکس حیاتی که طیب نباشه همه اینا توش هست. اون دنیایی که امیرالمؤمنین علیه السلام سه طلاقش کرد اون حیاتی بود که طیبه نبود، توش مسابقه بود، توش آدمکشی بود، توش ظلم بود، توش الحاد بود، شرک بود. حیات طیب از همه بدی ها بری هست. این چنین دنیای رو امیرالمؤمنین یک طلاقش نداده که. اتفاقا در یک روایتی است که امیرالمؤمنین فرمود من چون دنیا کشت زارت، کشت زارست،
من میخوام تو این دنیا بمونم و بکارم عمل صالح رو. اگر اصلا به حیات طیب، چطور به حیات طیب برسیم؟ راه‌های مختلفی هست. بهترین و آسان‌ترین و اولین گامش اینه که انسان اهل قناعت باشه. گانه که شد آرام آرام به حیات طیب میرسه. این ششمی، این شش تا دنیاویه. دو تا اخروی هم عرض کنم. هفتمین مورد و هشتمین مورد اخرویه. هفتمین مورد اینه که اگر اهل قناعت شدین فوق‌العاده است. از امام صادق اصول کافی جلد دوم صفحه 138 حدیث سوم، مولای ما امام صادق علیه السلام که در آستانه شهادتش قرار داریم، آقا جانمون فرمود من رضی من الله بالیسیر من المعاش رضی الله منه بالیسیر من العمل. هر کس اهل قناعت باشه به قدر کفایت و ضرورت اکتفا کنه، خدا هم ازش عمل کم راضی میشه. ما که اهل عمل زیاد نیستیم. اگر میخوام به این عمل کم ما خدا راضی بشه، اهل قناعت باشه. این هفتمی، هشتمی هم فوق‌العاده است. از رسول خدا از بهار جلد 77 صفحه 187 حدیث 37، اقل به ما اوتیهو یخفف الله علیک الحساب. پیغمبر فرمود به اون چیزی که خدا بهت عطا کرده قانع باش تا حسابرسی آسان داشته باشی. خدا سختگیری نکن در میزان و اعمال. حسابرسی که میکنه آسان باش. تو اهل قناعت شدی، خدا حسابرسی آسان میکنه. این ثمرات عرض کنم قناعته. اگر قانع نشدیم، برعکس این هشت مورد پیامتشه دیگه. انسان آزادگی نداره، بردگی داره، عزت نداره، ذلت داره، مبارزه با نفس نداره، دنبال نفس میفته، آرامش نداره، به اضطراب میفته، سلامت دین نداره، مخاطره دین میفته، حیات طیبه نداره، حیاتش آلوده است. اگر حیات طیبه میخواییم، اون 6-7 مورد، 8 مورد رو میخواییم، اهل قناعت باشیم. حالا آخرین مطلب اینه که چطور اهل قناعت باشیم؟ 4 راهکار رو فقط سری تیترش رو عرض میکنم، زیاد توضیح نمیدم. عوامل قناعت ورزی خیلی گسترده است، خودش موضوع یک مقاله میشه. من 4 مورد رو عرض میکنم. 2 موردش در همه فضائل و رذائل عرض کنم مطرحه. اولینش اینه که انسان به آثار و پیامدها نگاه کنه، بعد یه ذره دقت کنه، تأمل کنه، تدبر کنه، ببینه اثر قناعت چیه، پیامد طمع چیه. همینا چی شمردن؟ اگه به اینا دقت کنه، تأمل کنه، تدبر کنه، اهل قناعت میشه. دوم گفتیم از سربازان عقل قناعته، از سربازان جهل طمع و عرضه. پس دومین راهکار اینه که عقل رو به کار بگیریم، تعقل داشته باشیم، فکرمون رو به کار بندازیم که بابا ما در این دنیا که 70 سال اگه بشه مثلا عمر بکنیم، چرا حریص بشیم؟ چرا طمع کار بشیم؟ با خودمون که نمیخوایم ببریم. لباسی که میخوایم یک سال بعد، چند ماه بعد عوضش کنیم، چرا باید بیشترین قیمت رو بدیم؟ چرا باید دقل راضی نمیم؟ فرشی که با خودمون نمیتونیم ببریم، باید این فرش مناسب باشه ولی حریصانه نباشه، تامانه نباشه. پس عقل رو بکار. این دومی. سومین راهکار از مولا امیر المؤمنین علیه السلام است، اونم عفته. الله اکبر، چقدر جالب. اگر عفیف شدیم قانع میشیم. چطور؟ فرمود علا قدر العفته تکون القناعت. قبلا عرض کردیم انسان 3 قوه داره. یکیش شهوته، شهوت به معنای میل، میل به ریاست، قدرت، میل به مال، مال، میل جنسی. این شهوت اگر کنترل بشه میشه عفت. در مال انسان کنترل کنه به حلال قانع بشه، در ازدواج به ازدواج قانونی قانع بشه، چشم سرانه، این میشه عفت. هر چقدر انسان عفیف شد در بعد مالی مخصوصا قانع میشه دیگه، به حرام که نمیره، به همون مقدار قانع، به قدر که عفیف شد قانع میشه. این 3. 4 مورد از وجود مقدس مولای ما امام صادق علیه السلام، اصول کافی جلد 8 صفحه 244 حدیث 338، امام صادق فرمود اگر میخواهی قانع بشی در امور ماده به پایین دست خودت نگاه کن. ببین چقدر فقیر هستم، تو به همین مقداری که داری به اون قانع شو، حریص نشو. اگر به مافوق خودت نگاه کنی حریص میشی، طامع میشی، طمعکار میشی. این 4 راهکار برای اینکه انسان قناعت داشته باشه. وجود مقدس مولای ما امیرالمؤمنین فرمود سومین ویژگی خباب اینه که
قنع به کفاف اهل قناعت. بحث قناعت در حکمت 43 هم چون مطرح خواهد شد، اونجا هم مباحثی رو محصر شما تقدیم میکنیم. به همین مقدار اکتفا میکنم. ایشالا جلسه بعد ویژگی چهارم انسانهایی که یار شایسته امیرالمؤمنین مطرح میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.